بینندگان گرامی، درود به شما. در برنامه این هفته سینما سینما نمایشی داریم از پرویز صیاد به نام پرویز صیاد و صمدش. این تئاتر رو پرویز صیاد بیش از 10 سال پیش تولید و عرضه کرده و در میان کارهای تئاتری او یکی از بهترین ساختارهای نمایشی رو داراست. بخش اول این تئاتر هفته پیش برای شما پخش شد و این هفته بخش دوم اون برای شما پخش میشه. همونطوری که هم که در هفته گذشته گفتم، تازگی این نوع تئاتر و وان من شو یا در واقع نمایش تک نفره در جامعه ما سابقه چندانی نداره. اما پرویز صیاد با این نمایش استعداد و خلاقیت خودش رو در ارائه یکی از بهترین نوع این گونه نمایش نشون داده و ساختاری از زیبایی و کمیک رو که مشخصه پایه‌ای نمایش تک نفر است به روی صحنه زنده کرده. نکته برجسته این نمایش پیوند بین شخصیت بازیگر صحنه یعنی صمد و راوی و یا به عبارتی نویسنده و کارگردانی که برجستگی بسیار دلپذیری به کار پرویز صیاد میده. با هم این بخش رو میبینیم. اشتباه گذاشتی آقا آهنگ و اشتباه گذاشتی، عوضش بکن آقا این آهنگ اشتباه است، عوضش بکنید. این آهنگ باره اون پسر است که من جریمش کردم، عوضش کن آقا. من جریمش کردم اونو، گفتم این آهنگ رو موقعی بذارید که اون پسره میخواد بیاد به صحنه، اما من جریمش کردم، نمیخوام دیگه بازیش بدم امشب. باردم بله کارت مرد حسابی، هیچ کی نمیتونه مرا بازی نده. تو مرا بازی نمیدی، ما تو را بازی نمیدم. این یکی وفا میگه ما تو رو بازی نمیدم، ما خودم 40 تا رو میفرستم لب چشمه، اونجا بهشان آب میفشم، وامی دارمشان قطه بخورن، وقتی قطه هاشان خوردن خودم ما تشنه بر میگردم. این کادودا چی آقا رو انداخت؟ ای آقا سن آقا بگو این کادودا رو خاموش بکنه، هرچی کادود را بندازی بدر دودش توی چش خودت میره. ما روح هرچی بهشان میگم خرجشان نمیره، روح که از کادود ترس وامه نداره که. دیدی چیکارش کردم این سید آقا، این نویسنده رو چیکارش کردم؟ قبض روحش کردم. یه قبض بهشش دادم تا اومد امضا بکنه، روح خودمو کردم به قالبش، قبض روحش کردم. بیچاره نمیدانه ما 40 تا چشمه جادو جنبل دیگم بلدم. یه ملایی بود تو آبادی ما جن میگرفت، جنگیر بود، جن. یه روز آوردن جن و قالب ما در بیاره، ما رفتم با قالبش خودشو گرفت. هر چی جادو جنبل میدانست ازش آموختم. حالا میخوان یه چشمه جادو برای خودشما بکنم، میخوان یه کاری بکنم که همین صندلیه که اینجاست ناغافل بشه میز که خودش یکی اینجا هست که میخوان یه کاری بکنم همین میکروفونه ناغافل بشه چراغ، لامپ بشه. آره باش، بیا جینگل نو شفل شفو، جینگل نو کفل کفو، حفل حفو، جینگل نو شفل شفو، کفل کفو، حفل حفو، جینگل نو شفل شفو. میکروفون لامپ لامپ میکروفون. حالا میخوام یه جادو دیگه بکنم که همین میکروفونه چرت بشه، ناغافل بارون بیاد اینجا روش. ها آره میخوام، نه خیس میشین. باشه، میخوام یه کاری بکنم قوری بشه، قوری ها
همینجا چایی ازش بریزه، همین سرشو که برگردونم همینجوری اینجا چایی بریزه، هم تمام اینجا رو چایی برداره. بیا بیا جنگل نو شفل شفو، جنگل نو کفل کفو، اول عفو، جنگل نو کفل کفو. آخ تو کجا بودی؟ آخ دعای عوضی خواندم. جای دعای، جای دعای قوریه چایی، دعای کفتر چایی خواندم. اما خب عوضش، عوضش خب اینم کفتره دیگه، کفتر بد نیه که. بیا همینجا بش، همینجا بش. آخ خب حالا، حالا این کفتره، حالا خب ازش، ازش چایی نمیریزه، خب نریزه، عوضش یه چیزای دیگه میریزه. حالا میخوای، میخوای یه کاری بکنم، همین کفتره که اینجا نشسته، همین کفتره یه چیزایی ازش بریزه، یه چیزایی گردی، اون وقت همون چیزا اشرفی بشه، اشرفی طلا بشه، بره توی جیب شما. ها ها باش، بیا 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 جنگل نو، جنگل نو، حبل افو جن. ها چرا نمیشه؟ ها میگه راست میگه، میگه اینا هنو کاراشانو نکردن که شما را میگه. او راست میگه، اون ملا جنگیرم همینو گفت، گفت هر کاری در عالم روزگار اگه بخوان بشه با سه تا کار صورت بدین. اول همه باس، اول همه باس نیت بکنی، نیت بکنی که ای این کفتره یه چیزای گردی بندازه، او چیزا اشرفی طلا بشه، بره توی جیب شما. اگه نیت نکنین ممکنه بندازه عوضی بره تو جیب ما. کاره دیه، کاره دیه. دویون باس، دویون باس نرز بکنی، نرز 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 بکنی که ای خدا، ای خدا اگه این کفتره، اگه این کفتره یه اشرفی طلا به جیف ما بندازه، ما به جاش یه قواره فارچه میبریم میدیم در خانه آقای، یا فولی میدیم به یه گدایی، یا اصلا گور بابای او دوتا، یه چلوکوبا میدیم به یه سمد آقای. سیوم باس، سیوم باس چیکار بکنن؟ ها ها راست میگه، باس دعا بخونین، دعا بخونین. اون ملا جنگیرم همینو گفت، گفت اصلا هیچ کاری بی دعا در عالم روزگار صورت نمیگیره، یالا حالا دعا بخونین براش، دعای چلغوز بخونین، بخونین. ها دعای چلغوز نمیدانین؟ خب باشه، ما میخوانم شما یاد بگیرید. هی کفتر اناس شلغوزی بنداز، هی کفتر اناس شلغوزی بنداز، یه اشرفی بشه بره تو جیف ما، یا بره تو جیف آقا، یا بره تو کیف خانوم. حالا یاد گرفتی دعا شلغوز، حالا شما بخاری بخاری. هی مرغ اناس شلغوزی بنداز، هی مرغ اناس شلغوزی بنداز، یه اشرفی بشه بره تو جیف ما، یا بره تو جیف خانوم، یا بره تو جیف آقا. جنگل نو شفل شفو، جنگل نو کفل کفو، افل افو، جنگل نو کفل کفو، افل افو، جنگل نو کفل کفو، افل افو. اشرفیار عجیفات هم داری؟ نداری؟ خود دست کنی تو اون جیفتان بابا، اگه توی جیفتان نیست دست کنی تو اون یکی جیفتان، خانوما که جیف ندارن دست کنن تو کیفاشان، به چای که جیف ندارن دست کنن تو جرافشان. این کفتره کارش درسته بابا؟ ها؟ مشکی نداره؟ بابا را رضای خدا یکی اشرفی تلا عجیفش در بیاره، آبور ما بشه این سید آقا نویسنده نره، مشکی نداره، توف با اون روت بیاد. حیفه این همین دعای چلغوز که ما برای تو خواندیم، حالا خنده میکنی برای ما، برای با ریش خودت بخند. ما که ریش ندارم که میگه به اونا میخندم، شما رو میگه، میگه به اونایی که نیت کردن دارم میخندم. نه آخه نه خنده نداره آخه بابا، بنده خدا شما چقدر صاف و صادقین. آخه ما یه دهاتی بیکار بیار که همیشه، همیشه خدا لنگه یه فرس چلو کبابام، با اون یه سیخ کوفیده اضافه خوشبخت میشم، اگه نباشه بدبخت میشم. این همه
اشرفی طلا از کجا بیارم بریزم تو جیب شما؟ نه، حالا ما دهاتی شما شهری، ما بی ثبات از همه جا بی خبر، شما با ثبات خارج رفته. آخه بابا ما زرابخانه دارم، تازه اشرفی ها از کجا بریزه؟ از ما تحت این کفتره؟ خب این زبان بسته اگه میتونست این همه چلغوز بل بده که دیگه چیزی ازش باقی نمیماند که. همینجور صاف صادق این که از عالم آدم گول میخورین دیگه، گول این رمالا و جادوگرا رو میخورین، گول این نویسنده ها و این مثل همین سید آقای ما رو میخورین، گول این آخونده و مله ها رو میخورین دیگه. بله ها؟ غافلین چقدر جوانای آبادی ما را، یا همون جوانای آبادی های خود شما ها را، این خدا نشناسا سر هیچو فوچ کشتن دادن ها؟ گفتن اگه برین جنگ کشته بشین ها، اون راهی تان میکنن صاف بریم بهشت، اوجا یه قصر بهشتان میدن، یه خشتش طلا و یه خشتش نقره، با چه دخترای خوشگلی، به به به، این حلوف پوز کنده. به این هوا جوانای مردم هزار تا به کشتن دادن، دخترای این دسته گل ماندن تو آبادی ها بر دست ننشون. بی شوور، بی یار و یاور، بعدم خود نکبتشان آمدن چهار تا سیخشان کرد. میگم اگه یکی اشرفی طلایی تا جیبش پیدا کرده قایمش نکنه با. کار خدا رو چی دیدین؟ یادین فیدا شد. هر کی اشرفی طلا تا جیبش پیدا کرده بیاره راه رضای خدا بده به خود ما، ما هم بدیم به این سید آقای نویسنده، برای ما یه قصه بنویسه که توش به این لیلا مون برسه. والا به خدا این سید آقا این چیزی که از این نویسنده ها یه فولکی زیر میزیه، همین این. غافلین چند سال آزگاره داره سرگذشت ما رو لیلا رو لفتش میده. اوه عالم آدم به هر چی میخواستن رسیدن غیر ما. آرتیستای دیه 100 تا زن تا بالا عوض دکش کردن، ما همینجور تو کار یه لیلا گیر افتاد. مجنون اگه بود، مجنون بیابانی اگه بود، این همه خاریزاری و دربدری مثل ما میکشید تا به حال به لیلیش رسیده بود. اما این سید آقا مگه میذاره ما به لیلا مان برسیم؟ بس که بخیل نظرتنگ تمهکاره، هی قصه ما را کشش میده که به نانونوای بیشتری برسه. بابا بدین این اشرفی ها که دیجی بهتون پیدا کردین، ما بیرزم جلوش بکن، بیا اینم طلا اینم جواهر اینم ثروت ورده ببر، چهار خط بنویس این دختره رو به ما بدن بریم خیرش رو ببینیم. بابا اصلا نمیدونم چیکار کرده دختره، فاق گم و گور عالم شده، هر جا دنبالش میگردم فیداش نمیکنم، ولی من خودم ولی نسبت شما اینجوری هم یه آقا بالا سر میخوام، حالا که دیگه سابق نیه که، حالا دیگه سیخه آزاده. بله حاج اکبر آقای کوسوی خودشان گفتن، حاج اکبر آقای کوسوی خودشان گفتن سیخه آزاد، چولی حلال برداریم برین خیرش رو ببینین. شانس ما رو میبینین شما رو به خدا، اون زمانی که این لیلا تو دست وال ما میفلکی سیخه آزاد نبود که. اوه باز از هفت خان رستم رد میشدی یه دختر عقد بکنی، جایی که خود دختره بله بگه باز کت خدا بله میگفت، باز ملا علی بله میگفت، کار به جایی کشیده بود که باز سرکار استوار و گروبان قندلی هم رضا میدادن. بابا آخه به سرکار استوار دیگه چه مربوطه؟ همه به کار آدم کار دارن توی زندگی ها، همش هم تقصیر همین سید آقای نویسنده یه قصه های علکی فلکی رو سر هم میکنه، اون وقت میاد اینجا میگه چرا کسی به نویسندگی قبولش نداره؟ خب بابا حق دارن مردم بنده خدا، آخه نویسندن باز این همه چاله چوله جلو پای این اون بندازه؟ نه، این همه خاریزاری و دربدری باز ممامده به خاطر یه فقره لیلا. اما ما باش پخته میکنم، همین امشب همینجا تو روی شماها باش پخته میکنم، بهش میگم از حالا به بعدش اگه لیلایی باشه سمد آقایی هست، اگه لیلایی نباشه دیگه سمد آقا هم بی سمد آقا، هنچینم که دختر فیداش بشه با ای بار دیگه معترش نمی کنم، همونجا سر ضرب سیخه. ها
هرچین هم که این صداقا بیاد بگه چرا دختره رو سیخه کردی ها، صاف میزنم به چشش. آخ آخ آخ، مثل چیزی که عوضی زدم به چش خودم. ای آقا، آقا یکی به ما یه قبله نشان بده بریم جلوش وایسیم دعای چش زخم بخونیم. قبله کجاست؟ بابا نام سلمان ها قبله به ما نشان بده. این وریه جنگل نو شفل شفو، جنگل نو کفل کفو اول عفو، جنگل نو کفل کفو اول عفو، شفل شفو اول عفو. آخه خوب شد، خوب شد ما این دعاها رو از این ملا جنگیره یاد گرفتیم. ها هنچی که صدا آقا بیاد دیگه چرا لیلا را سیخه کردی؟ نه نه، چرا عوضی بزنم به چشش که عوضی بره تو چش خودم؟ صاف میدمش دست فاسدار، میگم سرکار فاسدار اینو ببرینش، اینو ببرینش کمیته شلاق به ما تحتش بزنیم. بابا این پا کافر بیدینه، خدا میگه سیخه بکن، امام میگه سیخه بکن، حاج اکبر آقای کوسوی میگه بکن، ملا علی تو نماز جمعه میگه بکن، بابا خود دختره میگه بکن، این کیه که نمیدونه بکن؟ اما خوشم آمده، خوشم آمده، حسابی حالش رو امشا اینجا گرفت. آخه اومده اینجا داره قنفذ در میکنه، تو قنفذ در میکنه، میگه شما برای اون بلیت گرفتین. گفتم باره رد کارت، اینا برای ما بلیت گرفتن. چرا؟ میگه برای تو بلیت گرفتن. وقتی برای ما بلیت گرفتی میگه نه شما برای ما بلیت گرفتی، یعنی برای اون بلیت گرفتی. حالا شما برای ما بلیت گرفتی، میگه برای اون بلیت، یعنی برای اون. همینجوری با کلاف و چلاش کردم ردش کردم تو این فرده تلویزیون، گفتم برو بخور، برو بخور، هی ما را میکنی تو این جعبه های تلویزیونی، حالا خودت برو بخور ببین چه حالی داره. این تلویزیون ها، این تلویزیون ها آدم توش عین مرغ توی قفسه. تلویزیون دیدین ها؟ تلویزیون دیدین ها؟ ها ها اینا، اینا نگاه بکنی، اینا اینجوری نگاه بکنی، نگاه بکنی، هیچ وقت آدم توش درسته نیه، همش نصف کاره آدم، فاینتنه نداره، انگارا سر و تنه داره، فقط سر داره، کلش پیداست، از اینجا به بالاش، از اینجا به فاینش معلومه کجا رفته. اه 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 بابا آدم با سرتا داشته باشه نه، همیشه پیدا باشه، بالاش پایینش زیرش روش مثل حلاخش، آدم میتونه جنب بخوره برای خودش، آدم میتونه جفتک بندازه به خودش. اما تو این تلویزیون آدم مچاله فچاله میشه میره رد کارش. میخوای نشانتون بدم چه بلایی سر این سید آقا آوردم، چه بلایی، چه جادویی به حالش کردم ها؟ میخوای نشانتون بدم؟ بیا بیا بیا، جنگل نو شفل شفو، جنگل نو کفل کفو اول عفو، جنگل نو شفل شفو کفل کفو. آهای یکی من از این تو در بیاره. آهای یکی کمک کنه من از این تو بیام بیرون. ریختش. آهای کمک کنید. بفرما. آهای یکی من از این تو در بیاره. سید آقا ما اینجا هم که ما جادو به حالت کردم انداختم به دوتو، خودم باش از دوتو درت بیارم. خودم خب تو درم بیار، یالا درم بیار از این تو. کور خوندی؟ یادته همارم انداختی که جوای کوفتی این ماری که مارگیرا میندازن تو جعبه مارگیری؟ ها یادته؟ راستم میگی، نمیدونستم دارم مار در آستین پرورش میدم. خب حالا بخور ببین چطوره؟ فاینتنت کجاست بیچاره؟ فاینتنه؟ به فاینتنه چی کار داری؟ لابد با همه. معلوم نیست که. خب توی تلویزیونم، تو من انداختی تو تلویزیون. خب منم برای همین بهشت میگم دیگه، حالا بخور ببین چه حالی داره. ببین اصلا بی فاینتنه اموراتت میگذره. جفنگ نگو پسر، یالا از اینجا درم بیار، زود باش. آهای سمد، سمد آقا بی ادب بی نزاکت مرد به این گندگی ها. بذار ما یه سوالی ازش بکنم. آهای سید آقا، تو ادب از کی آموختی؟ بله به تو چه؟ فضول بی خاصیت.
بی سر و پا، دهاتی، بی سواد، کله خر. شنفتین، شنفتین چی آقا؟ به 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 به، چه ادبی، چه هنری، چه کمالاتی. ما رو باش از کی سوال کردیم؟ نویسنده مملکت ما رو بپا. اون وقت میگن چرا آخونده همه چیشان رو ازشان گرفتن؟ آخه بابا، سید آقا جان، تو که خودت بلا نسبت همه نویسنده مایی، اگه تو خودت به ما نگی سمد آقا، ما دیگه از این من بلی نعمت تو هم. به تو نمیرسه از من بپرسی ادب از کیا موختم؟ من ارباب تو هم. آه، اربابی تو که اینجا همه دیدن چجور اربابی هستی سید آقا. سید جد آبادته، من سیادم. ده؟ و تیر و کمانت کو؟ تفنگت کو؟ غلامت کو؟ خب سیاد خلع سلاح شدم. اسم من هم مثل بعضی ها بی مسماست. مسما ما خیلی دوست دارم. اگه سید اسمم رو میذاشتن چه بسا بهتر بود تو سیاد. خب منم برای همین بشت میگم سیدیه. پدرم میگفت من که سیادم و سید من بیچاره غم است. تا جایی که یادمه همیشه خودم گرفتار کسی بودم، اسیر کسی یا چیزی. حالا که نوبت توست. چی؟ گرفتار تو هم. چی؟ و این از همه مسخره تره. چی؟ مخلوق خودت، عروسکی که خودت ساختی، شخصی که داستانش نوشتی، بر علیه خودت دست به کار بشه و آزادی تو سلب بکنه. چی خیال کردی بنده خدا؟ یکی بفا او دوره ها دیگه گذشت که شما نویسنده ها آدم های قصه هاتان ها استثمار می کردین. حالا دیگه ما آدم های قصه هم برای خودمان حقوقی داریم. تو کجای کاری؟ یکی بفا تو رو خرابت کردن؟ بگو چی رو خراب نکردن یا کجا رو؟ ما دروغ بگم؟ شما نویسنده ها از قبل ما بدبخت بیچاره هاست به نان و نوایی میرسیم. اگه آدم پا برنه کونلخت تو دنیا نباشه، خب شما هم دکانتان تخته یه دیه، شما هم یه فار روزخانی دیه. روزخان ها ذکر مصیبت اولیا میگن، شما ذکر مصیبت ما فقیر بیچاره ها رو بگید. اینقدر از بدبختی های ما مینویسین که اگه یه زمانی بخوان از خوشبختی ما بنویسین دیگه کسی حرفتان رو باور نمی کنه. دیگه اصلا تره کسی وارتان نمی کنه که شما چی میخواید. ببینین چقدر مزخرف میگه. ببینین این بخشی از کابوس همیشگی منه که فقط شما یه شبشو شاهدید. چیه؟ ناراحت شدی؟ خوشم میاد وقتی ناراحت میشه. خوشت میاد؟ آره. آره وقتی ناراحت میشم خوشت میاد. خیلی. اگه ناراحت بشم ولت کنم به امون خدا که به ضررت بدبخت. اوه اینو باش به ما میگه بدبخت. خودش داره به ما میگه بدبخت. حالا گیرم که ما بدبخت. کی ما رو بدبختم کرده؟ خودت. خودم؟ چجوری؟ بعضی ها بدبختی در ذاتشون رو بدبخت به دنیا میان. خب ما رو کی به دنیا آورده؟ نه آقا رو کی دنیا آورده تا ما رو دنیا بیاره؟ مهم نیست کی به دنیا آورده تو رو. هر کی هم که تو رو به دنیا می آورد همین می شدی. شاید سرنوشتت همین بوده. خب سرنوشت ما رو کی قلم زده؟ من زدم. درسته. اما می تونستم جور دیگه قلم بزنم. خب بابا خوشبختم می کردی نه؟ اگه خوشبختی و بدبختی ما دست تو بود، خب چرا خوشبختم نکرد؟ حالا گیرم از دستت در رفت، عوضی زدی ما رو بدبخت من کردی. خب حالا بیا ایجا عوضش بکن. بیا ایجا بگو غلط کردم، بعدشم از ما دلجویی بکن، بعدم بزن خوشبخت من بکن. کاری نداره که. به همین سادگی نیست که پسر جون. چی کارت کنم؟ چه کاری از من ساخته است یا ساخته بود که برات انجام ندادم؟ خب تو میتونستی تو اصلا چه صلاحیتی داری که زندگیت برای این باشه که الان هست؟ به کجا میخوای برسی؟ فرض کن من میخوام زندگی تو رو عوض کنم. چجوری؟ تو حتی سواد نداری. خب تقصیر کیه که ما سواد ندارم؟ خودت؟ اه. چند ساله دارم باهات کلنجار میرم، همه دارن باهات کلنجار میرن، یک الفبه ساده رو نتونستی یاد بگیری. الفبه که ما بلدم. آره میدونم بلدی، هم الف و بلدی، هم ب رو بلدی، ولی بعدش چی؟ الف ب بعدش چیه؟ راست بگی بعدشو بگو. بگو دیگه. په. زور بزن. په. به په که میرسه میاد. بابا گفتم دیگه چطوری بگم په؟ چیکار کنم دهنم نمیچرخه. هر وقت میخوام بگم په میگم. من چیکار کنم؟ تکلیف من چیه؟ فرض کن که من میخوام زندگی تو رو عوض کنم، تیپ تو عوض کنم، اصلا پیپ بدم دستت بکشی، فکر کرواتیت بکنم. بالاخره خودت باید بری توتون بخری یا نه؟
برو توتون بخر. توتون بده. توتون پیپ. توتون فیپ. بفهم. حالا فرض کن من بخوام زندگی تو رو نونوار کنم، یه زندگی مدرنی برای دست پا بکنم، تر و تمیز، یک آپارتمان خیلی تمیز. آپارتمان. فرض کن که من الان نوکر جنابالی، به من بگو بیا یه جور برای من پاک بکن. آهای تنلش بی بخاره بی خاصیت، بیا این شلغوزه رو فاک بکن. بله؟ چی فرمودن آقا؟ چی کار کنم؟ فاک، فاک، فاک. حالا فرض کن که من بخوام تو رو پولدار کنم، بگو با من پول بده. به من پول بده. پول. پول. نمی‌بینی؟ بده دیگه. پولم نمیتونه بگه. بابا میتونم بگم من این خوبی دارم میگم دیگه. حالا یه چیزی بده ما بریم دیگه بابا. شما بگی. کسی که نمیتونه پول رو تلفظ کنه چطور میتونه پولدار بشه؟ اصلا چرا باید بشه؟ خرج هر کسی رو بهره کاری ساختن عزیز من. به علاوه مردم شاید دوست دارن تو به همین شکلی که هستی باشی. شاید نمیخوان تو جاه و مقام برسی، به وزیر بشی. واره بابا رت کاره. همین که تو خودت به جاه و مقامی رسیدی خوش به حالت، مفت چنگت. والله به خدا. چیزی که ما دار دنیا میخوان همش یه فقره لیلایه که تو هم هیچ وقت برای ما جور نمیکنی. خب شاید جور نمیشه. چرا نمیشه؟ اول که تا میخواد بگی مردم نمیخوان که جور نمیشه، شما که اینجایی، نه نه شما، شما که اینجایی نمیخواین سمد آقا به لیلاش برسه، میخواین بابا بلند بگیریم بشنفه، میخواین شنفتی. آی چیکار داری میکنی؟ شنفتی. بری دوستان منو برای خود من تحریک میکنی؟ خوردی دوستان گوله اینه نخورین، اسباب زحمتتون میشه ها. کی؟ اگه کسی گیر قلابش بیفته دیگه خلاصی نداره ها، مثل من. ببینین چی به روز من آورده. فکر نمی کنم تا آخر عمر از قلاب این آدم بتونم خلاص بشم. واره بابا رت کارت بدبخت مینوا، تو خودت گیر قلاب خودت افتادی. نه که نویسنده قلابی هستی، خودت گیر کردی به قلاب خودت، قلاب خودت افتاده به خودت، خودتم حالیت نیست. لازم نیست تو یکی به من انتقاد بکنی. منتقدای در حد تو واقعا کم نیستن. حالا دیگه لوس بازی رو بذار کنار. از این تو درم بیار، زود باش. ما آخرش نفهمیدیم تو چه جور نویسنده هستی که یه لیلا نمیتونی برای ما جور بکنی. خب قلابی دیگه. دختر مردم رو دستی دستی بیارم بدبختش بکنم. کی؟ بذارم زن تو بشه، اون وقت میشم نویسنده خوبی. کی؟ پس فردا اگه لیلا پرسید این شوهر خول و چرچی بود نصیب من کردی، من جواب اونو چی بدم؟ بابا ما که نمیگم تو لیلا رو بیار اینجا زن ما بکن، ما میگم لیلا رو بیار اینجا بذار اقلا ما ببینمش. بابا آخه تو چرا نمیذاری ما ببینمش؟ بهت اعتماد ندارم. ببین چی به روز خود من آوردی؟ بس که بخیلی. چش نداری ببینی ما به لیلا برسیم. چش نداری ببینی ما به لیلا حرف بزن. از کت خدا بخیل تاری. از سرکار استوار بدتاری. چند سال آزگار هرچی فیلم و نمایش رو از این چیزهای علکی فلکی سرهم بکنی توش از لیلا خبری نیست. ما را سرگردان عالم میکنی، هرچی مصیبت روزگار سر ما میاری هی ما را به جنگ میفرستی ورمان میگردانی، بازم از لیلا خبری نیست. بابا آخه که دیگه نویسندگی نشد که، تو اصلا معلوم نیست چه مرگته. اگه خب مریضی بگو ما ببرمت حکیم، اگه کایونجت زیاد شده بگو ما یه علوفه دیگه ای جلوت بریزیم. آخه اگه به نویسندگی به ای باشه که با خودم شیش رای تو نویسندگی میتونم بکنم. اگه قرار بابا این پسره میخواد به همین جفنگیاتش ادامه بده، همینقدر مزخرف بگه. تازه این محل مسئول نداره. تازه همون زمانی یه نفر بیاد از صحنه بندازش پایین. تازه همون زمانی هم که میذاشیم با لیلا بازی بکنیم ما هیچ وقت نشد بذاریم ما این دختره رو بگیریم یا ما چی بکنیم آخه. آره هیچ وقت ما دست این دختره رو نگرفتیم ببریمش گوشه کناری یخت بچلانیمش. یه نفر بیاد راه رضای خدا این تلویزیون خاموش کنه، من مرد بشم برم دوباره کنم شاهد جفنگیات این پسره نباشم. بدبخت مینه با ما خودم جادو با حالت کردم انداخته بدون تو، خودم باید از تو درت بیارم. او دوره ها دیگه گذشت که اختیار آوردن و بردن ما روی صحنه دست تو بود. حالا ما خودم میارمت میبرمت. حالا میخوای یه ولامالای دیگه هم بیارم سرت بداری دنیا دست که بیا. جینگل نام چکار میکنی؟ رنگت میکنم. نخورم چی بسر؟ نخورم چی ناراحت میشم؟ اینطور نکن اذیت میشم، ناراحت میشم. نکنم چی؟ سرم کیچ را؟ بذار یخت ما پیش و پا پیش دادم ببینم خوشت میاد به همه پیش و پا پیش میدی؟ ها؟ خوشت میاد؟ تو اصلا چی میخوای از جون من؟ ائتلاف. ائتلاف کنم؟ ها. با کی؟ ائتلاف کن که به ما حسودیت میشه.
اعتراف کن که یه نویسنده بی ارزه هستی، ارزه نداری یه لیلایی رو به ما برسون. اگه این چیزا رو بگم از این تو درم میاری؟ نه. پس چی؟ بعدش هم باز اعتراف بکنی که هر کاری در عالم روزگار کردی همش عوضی بوده، همش هم غلطی بوده. باز بیا اجابه که غلط کردم، دیگه با تو بدرفتاری نمی کنم، یعنی با ما بدرفتاری نمی کنم. اگه این حرفا رو بگم، اگه اعتراف کنم ساختن تو بزرگترین اشتباه من بوده در زندگی، ولم میکنی؟ نه. دیگه چرا؟ بعدش هم باز لیلا رو بیاری صاف دستشو بذاری تو دست پسر. خجالت بکش. مگه من دلال محبتم؟ مگه من واسطه ازدواجم؟ هر مردی باید جرأت داشته باشه، ارزه داشته باشه دختر مورد علاقه خودشو به چنگ بیاره. با خودم به چنگش بیارم؟ تو بیارش اینجا، با خودم به چنگش بیارم. چنگ چنگ بیارش اینجا بازم باش بازی بکنم، وسط بازی ناغافل میبرم ماچش. ای بی حیا. بابا اگه خودش رضا داد، اگه خودش رضا داد که دیگه بد میه که، اگه خودش رضا داد بد میبرمش یه گوشه کنار یخته. بعدم باهاش پخته میکنم که اگه بخواد زن ما بشه. نه. چرا نه؟ من از اون کارگردانا نیستم. فقط کدومایی؟ من میتونستم تو همون فیلمایی که با لیلا بازی میکردی بذارم باش عشق بازی کنی، ببوسیش، بذارم لختش بکنی. آخ چرا نکردی بی انصاف؟ شاید هم خیلی از اون صحنه ها خوششون میومد. پس چرا نذاشتی بی انصاف؟ چرا نکردی؟ من نمیخواستم یه عده به خصوصی فقط خوششون بیاد و اونجوری خوششون بیاد. خب عوضش ما خودم هم خوشم میامد. خواستم کاری بکنم همه خوششون بیاد، همه از کارتو لذت ببرن، از بچه های کوچک گرفته تا بزرگترها، بزرگترها. به همون دلیله که امروز اون فیلم های سکس و خون و خشونت فراموش شده، اما تو هنوز در خاطره ها موندی، هنوز مردم دارن از نوارهای تو لذت میبرن. فایدهش چیه همه خوششون بیاد اما ما خودم هیچی حالیم نشه؟ حالا اگه تو نمیخوای همه ببینن، خب لیلا رو یواشکی برای ما بیار. دیگه مزخرف نگو. حالا زودتر از اینجا درم بیار. میخوام دنباله برنامه رو خودم اجرا بکنم. دیگه وقتی هم برای من نمونده. لیلا رو میاری برای ما؟ یواشکی؟ گفتم نه. چرا؟ لیاقتشو نداری. چی؟ تو باید عاشق اون باشی. وقتی اینجوری راجبش حرف میزنی، خب لیاقتشو نداری. مو لیاقتشو بله. ندارم. حالا بهشت نشان میدم کی لیاقتشو نداره. جینگل نا چکار داره؟ جینگل نا نکنم چی؟ بسر نکنم چی؟ بلکن ناراحت میشم. سمد آقا بی ادب و بی نزاکت. چطور خودت همه جور نانجیب بازی در میاری؟ همه جور کار بد میاری؟ تو نوبت ما میشه دیگه خیلی پررو شدی ها. نبینم دیگه از این نسبت های زشت و ناروا به من بدی ها. اوه چه جانمازم برای ما آب بکشه. خوبه که بنده خدا عالم آدم از زیر بالای کارات باخبرن. همه میدونن چه آدم چشنافاکی هستی، چه کارهای بدی میکنی، کجا میری، کجا میای، با کیا چه کارهای میکنی که هیچکی نمیتونه. چرا مزخرف بگی پسر؟ ممکنه زن من اینجا باشه، اون وقت فکر کنه لابا تو از چیزهایی خبر داری که داری این چیزها رو میگی. زنش کجاست؟ زنشو به ما نشان بده. ما میخوام یه سؤالی ازش بکنم. میخوام بهش بگم آخه بابا قطعی شوهر بود؟ رفتی زن یه همچی آدم چشنافاکی شدی که خودش همه جور خاک تو سری میکنه، هر جور کار نانجیبیه میکنه، سر نوبت ما میشه میاد اینجا جانماز آب میکشه. انگار توف به موت بیاد. بی حیای بی چشم رو بدش میاره. هه اون زهر مار دیگه داری از شور بدرش میکنی ها. سید آقا این لیلا رو برای ما یه کارش بکن تو رو خدا. دیگه اصلا حرفش هم نزن. کارش نمیکنم. باشه بیارش اینجا بذار ما یه بار ببینمش. ما ماشش نمیکنم. خوبه دستشم نمیگیرم. باشه نمیتونم. کارهایی هست که از من ساخته نیست. یعنی دیگه هیچ وقت ما به لیلا نمیرسم. من چه میدونم، شاید در سرنوشت تو نیست. خوار مادر این سرنوشت. دیگه بیادر نشو. خوار مادر این قلم زن. قرار کرده پاشو بچگی نکن. خب آدم به هر چی میخواد که نمیتونه برسه. من خودم به همه چی که خواستم رسیدم، مگه دیگران رسیدن؟ پاشو از حاضرین همین مجلس سوال بکن، ببین در میانشون کسی هست که تا بال برچی میخواسته رسیده باشه؟
خب برکتن تو خیلی چیزا میخواستی و برکتن اونا خیلی خیلی چیزا بخوان. ما که خیلی چیزا این حرکت یعنی چه؟ هیچ از تو توقع نداشتم. تنها چیزی که هیچ وقت هیچ کس از تو توقع نداره یه همچین حرکتی. پاشو حیا کن. اگه قرار بشه تو هم گریه کنی دیگه خیلی بد جوری میشه. پس مردمه که بخندونه. پاشو. حالا که صحنه رو از دست من درآوردی پاشو به وظیفه خود عمل بکن. پاشو. پاشو قصه نخور. متاسفم ناراحتت کردم. تو میخواستم امید بی خودی بهت داده باشم. آخه مگه من کیم؟ فکر میکنی اگر یک راه حل منطقی و معقولی در رابطه تو و لیلا به نظرم میرسی تا بار کوتاهی کرده بودن؟ باشو غصه نخور. شاید یه فکری به نظرم رسید. شاید هم لیلا دل به دریا زد و خودش اومد دنبال تو، یا شاید خودت از طرافت عشق لیلا افتادی. برو دنبال کاره. ما دیگه به حرفای تو اعتبار نمی کنم. دیگه گوله تو را نمی خورم. برو دنبال کار خودت. فکر خودت باش. نمی خواهد فکر ما باشی. خیال میکنم تو به من احتیاج داری. ما به تو احتیاج ندارم. ما به دیار البشری احتیاج ندارم. برو دنبال کاره. صبر کن. برو صبر کن. با تو حرف دارم. برو ما با تو حرفی ندارم. برو جنگلنا. نویسنده قلابیم دیگه نمیخوام. والا به خدا اگه قرار می باشه ما همیشه همین فخی باشیم که حالا هستیم. خود دیت تو رو برای چی میخوای؟ به خودم هر جور فیلم و نمایش دیم که باشه از خودم در میارم. هیچ کم نمیتونه مثل ما خودش فیلم در بیاره. اصلا جوک میگم. یه ترکی بود یه روز آمده بود تهران. تهران چرا آمده بود؟ اصفهانی بود. یه اصفهانی بود که یه روز آمده بود تهران که بره تبریز. اونجا تبریز چرا میخواست بره اصفهان؟ شیرازی بود. ما چیکار دارم شیرازی میخواست کجا بره، ترکه میخواست چیکار بکنه؟ ما چرا از آبادی خودم نگم که میدانم چی به سرش آمده. یه علی آبادی بود، یه سرکار استواری بود که سرش زیر آب کردن. یه ننه آقا بود که شوهر کرده. یعنی شوهرش دادن. آخرش نفهمیدیم شوهر میدن یا شوهر میکنن، فرقی هم نمیکنه. یه لیلایی بود. یه لیلایی بود که تازه همیشگی هم نبود. آخه بابا این چه دنیاییه که نویسندش هر وقت هر کیا بخواد میاره، هر کیا بخواد میبره، هر بلایی بخواد سر هر کی میاره. یکی رو سفید بخ میکنه، ده تا رو سیاه بخ. ما این دنیا رو دوست ندارم. ما این نویسندش رو دوست ندارم. یه جور دیگه باز میده بهش قصه هاشا. از اینجا میرم. آقای کجایی؟ ای آقا ما از کجا آمدیم اینجا؟ ای آقا یکی بارا حدیث تو در بیاره، یکی بارا حدیث سراخی در بیاره. ای آقا سید آقا کجایی؟ سید آقا بیایید. سید آقا یه بار دیگه بیا با بگو که ما از کجا برم بیرون. جنگل ناجین جنگل. سید آقا
از کجا برم بیرون؟ از همون جایی که آمدی. خب از کجا ما آمدم؟ ما نمیدانم که از اینجا کجا برم که ما نمیدانم که. خب این ناراحتی نداره، مگه کسی هست که بدونه؟ مگه من خودم میدونم از کجا آمدم یا به کجا باید برم. خب حالا از این اتاقه چطور ما برم؟ میبینی حتی برای خارج شدن از این اتاق به کمک من احتیاج داری. حالا یه کاری بکن دیگه. باشه همین یه کاری بکن، ما از اینجا برم، ما خسته شدم. باشه اینطوری به نفع منم هست. وقتی تو از صحنه خارج بشی منم از این قفس میام بیرون. این ترسمی که خودت به وجود آوردی، تا وقتی که تو روی صحنه هستی دیگه جایی برای من نیست. باشه، یه فکری برات میکنم. مردی وارد اتاق میشود، او پلیس اداره اقامت است، برای توقیف صمد آمده است. صمد آقا، متوجه شدی؟ چون داری بدون اجازه روی صحنه تئاتر کار میکنی، میاد تو رو جلبت میکنه، با خودش میبرتت تا تو باشی، ضمناً جایی که جای تو نیست پاتو نذاری. Go ahead. Let me see your ID. بله. You do have an ID. ID؟ آقا ما که هنوز کارو کاسبی ندارم بهشم آیدی ما آیدی بدن. Let me look at your passport. بله. Your pass. You have a pass? آقا ما فس نمیتونم بدن. اما ننه آقا گفته اگه فیش خواستن یه جوری برو. Do you have a valid visa? A work permit. کی خورده؟ What? چی؟ Who? کی؟ You are under arrest. اینم انگشتیه بابا. پلیس در حالی که آماده دستبند زدن به او میشود میگوید You have the right to remain silent. Anything you say and do may and will be used against you in a court of law. بابا یا آجانی سر وقت آدم بفرستین زبان آدمیزاد بفهم. این که اصلا ما نمیدانیم چی داره به ما میگه. او کار را به شوخی میگیرد ولی پلیس به او دستبند میزند. بفرما ای آقا شوخی ندارم. ای آقا دست ما رو بل بکن. یالا ما دوست ندارم کسی دست ما رو ببنده. صمد آقا چکار داری میکنی؟ بل کن گریبان این آقا رو، پلیس این آقا. اگه درگیر بشی میندازن زندان ها، منم حبسی تو نمیتونم بخرم. حالا کی میخواد حبسشو بفروشه که تو بخری یا نخری؟ ما که 30 سال سیاه حبسی ما نمیفروشم. اگه نمیخواستی یه نفر از اتاق ببرتت بیرون، یه کلک برات جور کردم بیاد ببرتت دیگه. آی دستای ما رو بسته که. خب ببنده، پاتو که نبسته. برو دنبالش بیرون. من خودم میام ضمانت میکنم بعد آزادت کنم. آقا برو دنبالش. برو چلوکاو هم بهت بدم. اره؟ با دست بسته چلوکاو که میتونی بخوری. چی؟ ما بی دستم میتونم چلوکاو بخورم. خب برو دنبالش دیگه. آقا برو دنبالش. اونا از صحنه خارج میشن. آقا برای یه چلو کما به بابا دوام بخوریم. ما خودمان میدانیم که چکا. دوستان عزیز، میبخشید اگه این همزاد من کمی از مسیر کمدی خارج شد و احتمالا ناراحتتون کرد. حالا تا من برم ضمانتشو بکنم به یه چیزی براش بذارم آزادش کنن، شما هم تنفسی بفرمایید. بینندگان گرامی، بخش دوم تئاتر پرویز صیاد و صمدش در اینجا به پایان میرسه. امیدوارم از این بخش هم خوشتون اومده باشه. در این حال باید یادآوری کنم که این تئاتر بخش سومی هم داره که هفته آینده برای شما پخش خواهیم کرد. با ما تماس بگیرین و پیشنهادهای خودتون رو برای بهتر شدن این برنامه برای ما بفرستین. تا برنامه بعدی، روزهای خوشی رو برای شما آرزو میکنم.